پس از به قدرت رسیدن رضاخان، ارتش اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. خاندان سلطنتی همواره بدون توجه به زندگی مردم برای حفظ اقتدار خود از هیچ تلاشی کوتاهی نکردند. قبل از پهلوی، ارتش از قوای رزمی ایلات و عشایر و خانهای محلی تشکیل می‌شد و شکل متمرکزی نداشت. پهلوی به دنبال تمرکز و بازسازی قوای ارتش برای حفظ جایگاه خود و سرکوب اعتراضات مردمی بود و در این راه از کمک‌های نظامی امریکا بهره می‌برد که می‌خواست ایران ژاندارم منطقه باشد. از نظر ازغندی، نویسنده تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، در واقع ارتش در خط مقدم اختناق داخلی قرار گرفت و موقعیت شاه و خاندان سلطنتی را در رأس تمامی بوروکراسی‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی تشدید کرد. لطفیان در کتاب ارتش و انقلاب اسلامی می‌گوید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بدنه ارتش به نیروهای مردمی پیوست و در کنار آن دو نهاد مهم دیگر متکی به نیروهای مردمی شکل گرفت که یکی سپاه پاسداران و دیگری بسیج مستضعفین بود. در این زمان سپاه نیز شبیه ارتش ساختار نظامی به خود گرفت، ولی بسیج فضای مردمی و جهادی خود را حفظ کرد و به صورت خودجوش در عرصه‌های مختلف حضور پیدا کرد. بارزترین حضور این نهادها در جنگ تحمیلی 8 ساله بین ایران و عراق بود. ناگفته نماند تامین تجهیزات نظامی در سالهای پیش از انقلاب کاملا وابسته به غرب بود و ما هیچ گونه تولید داخلی نداشتیم. اما پس از پیروزی انقلاب، به تعبیر سایت مشرق، به همت دانش بومی و مهندسی معکوس، تجهیزات نظامی با بالاترین کیفیت تولید شد و قدرت بازدارندگی و چانه‌زنی ایران در سطح بین الملل را افزایش داد. تولید موشک‌های فوق دقیق سطح به سطح، هواپیماهای بدون سرنشین، جت‌های جنگنده مافوق صوت رادارگریز، بالگردهای ضد تانک و انواع سلاح‌های سبک و سنگین ایران را جزو قدرت‌های برتر نظامی قرار داده است.